در روزمره، کار، خونه، خیابون، جمع دوستان و جاهای دیگه چه برخورد یا نگاه جنسی یا جنسیتی شما رو اذیت کرده؟ من کلن زندگیمو جمع کردم از کشورم اومدم بیرون چون خواننده زن بودم. به عنوان یک زن ترنس سالها درگیر کلیشه های جنسی و جنسیتی و نگاه جنسیت زده ای بودم که در جامعه ما وجود داشته و داره. من مجبور بودم برای اثبات هویت جنسیتی زنانم، برای پذیرفته شدن به عنوان یک زن، یک جنگ مدام داشته باشم با خانواده، با دوست، با اطرافیان و در جامعه، به این دلیل که نگاهی که در جامعه وجود داشت من رو با المانهای و تعاریف زنانه موجود هماهنگ و همسو نمیدید. این که چهره ای جا افتاده از زنان که مطیع و فرمان برن و مردان هدایتگر هستند که به تبع زنان دنبال روشون میشن. مشکل اینجاست که وقتی زنانی وجود دارن که اداره امور خودشون دست خودشون هستش، به جای اینکه ازشون تقدیر بشه همونجور که یک مرد ازش تقدیر میشه، به عنوان فردی با اراده و مصمم، برچسب پرخاشگر به زنان زده میشه. خب توی کشوری مثل ایران شما وقتی یک دختر بچه ای، از همون موقع این نگاه ها و تبعیض ها شروع میشه، از اینکه وظیفت توی خونه کار بکنی، بعد که وارد اجتماع میشی دخالت آدم ها به لباس پوشیدنت، به ظاهرت و اینکه این حق رو میدن به خودشون به خاطر زن بودنت وارد حریم شخصیت بشن، به دست رازی بکنن به خاطر باز جنسیتت و ظاهرت و نوع لباس پوشیدنت. من میخوام بیشتر روی قضیه کار تمرکز کنم. من کارمو در ایران شروع کردم، کار روزنامه‌نگاری رو، و حوزه‌ای که بیشتر روش تمرکز داشتم حوزه اجتماعی بود. خیلی از گزارش‌هایی بود که به من اجازه نمیدادن که اون گزارش‌ها رو پیگیری کنم و کار کنم، اما همکارای مردم به سادگی همون گزارش‌ها رو کار می‌کردن. یه مورد عینیش رو اگه بخوام مثال بزنم، مثلا من می‌خواستم راجع به آسیب دیده‌های روانی جنگ ایران و عراق گزارش تهیه کنم و به آسایشگاهشون برم. رسماً بنیاد شهید به من گفتش که خانم مثلا تو چه فکری کردی که پاشی بیای اینجا و بری همچین گزارش رو تهیه کنی؟ خب خیلی دفعه‌ها بوده که شما فقط روی خوش نشون میدی، میگی، میخندی مثل هر آدم دیگه ای که مثلا حالا شاید در محیط هر محیطی فرقی نمیکنه، منتها چون عرف نیست یا نمیدونم، چون آموزش دیدیم که همیشه باید شما به عنوان یک زن یا یک دختر جوان تودار باشی و متین باشی، این گفتمان و بگو بخند برای من اشتباه برداشت شده برای دیگران و برای من آزاردهنده بوده اون نوع برداشت. نگاه هایی که به نفعم بوده باز اونها هم منو اذیت کرده، چون که من حس میکردم به عنوان یک انسان هیچ توانایی ندارم و این جنسیتمه که برام داره احترام میاره یا دارن تشویقم میکنن. منفعت این برخورد های جنسیتی برای من به عنوان یه زن چجوری داشته؟ راستش انقدر همیشه دردسر و سردردش زیاد بوده که به منفعتاش هیچ وقت فکر نکردم. یادم نیست اونطوری که مثلا بگم آها من الان از جنسیتم یا جنسم استفاده کردم، ولی یک مورد یادمه که یک دفعه مثلا رفته بودیم کار اداری میخواستیم انجام بدیم با یکی از دوستان و ایشون مذکر بودن و من گفتم اجازه بده من برم جلو برای اینکه احتمال اینکه به من جواب مثبت داده بشه توی این تقاضای کاری که داریم بالاتره. شاید در این سالهایی که بیرون از ایران کار کردم، مدیرانم و دبیرانم تصمیم گرفته باشن که در شرایط برابر بین من و یک همکار مرد، من به عنوان یک روزنامه‌نگار زن روی یک سوژه کار کنم، برای تبعیض مثبت در حقیقت، این که بخوان کمی اون نظام مرد سالار، کمی اون سیستماتیک حمایت از مردان رو تغییر بدن و کمی کفه ترازو رو به نفع زنان سنگین تر کنن. در روزمره، کار، خونه، خیابون، جمع دوستان و جاهای دیگه چه برخورد یا نگاه جنسی یا جنسیتی به نفع شما بوده؟ شوخی میگنی؟